خب خوشحالم که کماکان ما رو همراهی میکنید. با هم دیگه در مورد WBS و OBS صحبت کردیم. WBS رو مفصل‌تر در موردش گپ زدیم. OBS رو یک سمپلش رو یک نمونهش رو با هم دیگه دیدیم. گفتیم وقتی تلاقی WBS و OBS اتفاق میفته میگیم چه کاری توسط چه کسی انجام میشود. اما آیا واقعا برای برنامه‌ریزی یک کار ما فقط باید بگیم توسط چه کسی انجام میشه؟ نه، احتمالاً به سوالات دیگری هم باید جواب بدیم. نمونه این سوالات رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. اگر ما یک قرارداد داریم، مثالمون چی بود؟ مدرسه دخترانه ضلع شرقی، درسته؟ دبستان دخترانه ضلع شرقی. اگر ما یک قراردادی داریم که یه سری اطلاعات در مورد مدرسه دخترانه دبستان دخترانه ضلع شرقی به ما دیکته کرده، ما احتمالاً بدمون نمیاد برای اون بسته کاری. حالا اینجا شما کنترل اکانت رو فعلا از ذهنتون خارج کنید، فرض کنید اینجا نوشته شده ورک پکیج. برای اون ورک پکیج یا بسته کاری بیایم ببینیم چه الزامات قراردادی مرتبط هستش با کار ما. قطعاً این مدرسه یا دبستان دخترانه شرقی یه سری تکنیکال رفرنس داره. مثلا فرض بفرمایید که نقشه داره، مشخصات فنی داره، لیست اینا رو میخواییم بدونیم. یک سری معیارهای پذیرش داره. اون کسی که به ما گفته که برید این مدرسه رو بسازید به ما گفته که من روزی که میخوام بیام مدرسه رو تحویل بگیرم مواردی که چک میکنم ایناست. اگر شما اینا رو پس کردید بهتون میگم که دستتون درد نکنه، مدرسه مشکلی نداره. اما اگر مشکلی داشت باید برید اون رفع نقص ها و رفع ایوار رو انجام بدید بعد برگردید. یه سری الزامات کیفی داره، استانداردهای کیفی باید توش رعایت بشه، بیان میشه اینجا. یه سری در واقع شما برآورد هزینه کردید، ریسورس یا منابع مورد نیاز رو اومدید برآورد کردید، اومدید فعالیت های لازم برای ساخت این مدرسه رو اومدید و ثبت کردید، مایلستون هایی برای اجرا پیش بینی کردید، واحد سازمانی مسئول رو تو ارگانیزیشنال بریکداون استراکچر با تلاقی اومدید گفتید که کدوم واحد هستش، یه سری فرضیات و محدودیت ها در نظر گرفتید و یه توضیح و توصیفی داره این مدرسه. یک مدرسه دخترانه انکلاسه هستش که مثلا فرض بفرمایید 500 تا دانش آموز داره بعد درس بخونن. چون مدرسه ابتدایی هستش، دبستان هستش، احتمالاً بیش از دو طبقه نمیتواند باشد و الی آخر. و احتمالاً یه کدیه در واقع شناسه چند رقمی هم ما میاییم. مثلا نمونهش رو اینجا توی تصویر میبینید، مثلا 1-2-1 برای شکست و شناسایی کارهامون میاییم ازش استفاده میکنیم. یه آیدنتیفایر کدی هم در واقع چیه؟ میاییم و تخصیص میدیم. خب پس میبینید که ما در واقع داریم مشخصات چی رو؟ مشخصات ورک پکیجامون رو توی یک سرفصل هایی مینویسیم. آیا همه این اطلاعات، همه آنچه که اینجا در واقع مورد نیاز هست توی فرایندهای مدیریت هزینه و فرایندهای مدیریت مالی تعریف میشه؟ جوابش خیره. ما باید بریم از فرایندهای دیگر هم اطلاعات بگیریم. نکته دیگر، اینها تکامل تدریجی دارن. ما بعضی از سوالات رو الان میتونیم جواب بدیم، اما ممکنه یه کاری که از ما دوره، تو اسلاید بعدی خواهیم دید، هنوز برآورد منابع و برآورد هزینه‌اش رو انجام ندادیم یا هنوز نقشه‌هاش رو در واقع تکمیل نکردیم. پس چیکار می‌کنیم؟ ما این سرفصل رو در واقع تو اون مدرکی که اسمش رو می‌ذاریم WBS دیکشنری نگه می‌داریم. بعداً چیکار می‌کنیم؟ وقتی که رفتیم نقشه‌هامون کامل شد می‌ریم کداش و اطلاعاتش رو می‌ذاریم. ولی اطلاعات قراردادی رو الان میدونیم. الان میتونیم در مورد دبستان در واقع دخترانه ضلع شرقی شهرک بیایم چیکار کنیم؟ اونها رو بنویسیم، ثبت و ضبطش بکنیم. به عبارت دیگه، ما چون نمیتونیم همه جزئیات مورد نیاز برای هر کدوم از ورک پکیجامون رو روز یک یک پروژمون بیان بکنیم، از یک منطقی تحت عنوان در واقع تکامل تدریجی یا وضوح تدریجی استفاده میکنیم، به این معنی که کارهایی که به ما نزدیک هستند در آینده نزدیک میخوایم انجام بدیم رو تحت عنوان ورک پکیج با جزئیات کامل میایم به همه این سوالات جواب میدیم و اگه جوابش هم نمیدونیم میریم دنبالش میگردیم پیدا میکنیم.
کارهایی که از ما دور هستن. ما در مورد دو تا دبیرستان پسران و دخترانی که قرار در غرب شهرک ساخته بشه هنوز هیچ اطلاعاتی نداریم. اسمشو میذاریم پلانینگ پکیج و اون در واقع کامپوننت WBS رو چیکار میکنیم؟ اون کامپوننت WBS رو تحت عنوان پلانینگ پکیج رهاش میکنیم در حد دبیرستان دخترانه و پسرانه، حتی نمیشکنیمش هم، چون ممکنه بیایم بگیم خیلی خب این دوتا دبیرستان مثلا از دبیرستان بک تو بک به هم دیگه متصل خواهم بود و یه پیمانکار میاد میسازه، فقط با دیوار اینا از هم دیگه جدا میشن، راههای دسترسیشون هم تو دوتا خیابون متفاوته، اما به نوعی چیه؟ به نوعی میشه ساختش رو یک پارچه اومد و برنامه ریزی کرد، بهره برداریاش بهره برداری های غیر یک پارچه‌ای باشن. پس با این دید من میتونم بیام چیکار کنم؟ با این دید میتونم بیام در واقع کارهای نزدیک رو با همه جزئیات WBS دیکشنری رو در بیارم. این مدرک تحت عنوان WBS دیکشنری شناسنامه ورک پکیج، شناسنامه WBS، یا در واقع چی شناسایی میشه؟ یا در واقع جزئیات WBS میاد و شناسایی میشه. و اگر بخوام نمای دیگری از این ورک پکیج ها و پلانینگ پکیج ها رو به شما ارائه بدم، من اگر امروز اینجا باشم میام چیکار میکنم؟ اجزای نزدیک رو با جزئیات برنامه ریزی میکنم، اجزای دورتر و کلیتر رها میکنم. هر چی که تو پروژه میرم جلو جزئیات رو بیشتر میکنم. شاید تصویر سمت راست گویاتر باشه. من اگر امروز اینجا هستم میبینید فقط زرشکی‌ها رو اومدم دیتیل کردم، اما روزی که به این نقطه میرسم، در واقع مثلا 6 ماه 1 سال تو پروژه جلو رفتم، ملاحظه میکنید که تعداد زرشکی‌های من بیشتر شده، آبیای کم رنگ و آبیای پر رنگ هم چیه؟ کاهش پیدا کرده. در واقع جزئیات بیشتری از برنامه من و اجزای کاری من اومده و مشخص شده. ما تا اینجا با هم دیگه در مورد برنامه ریزی کردن، در مورد اینکه بیایم و چگونه رابطه بین ورک بریک داون استراکچر OBS و بقیه المانهای اطلاعاتی پروژه رو مثل منابع مورد نیاز، مثل هزینه ها، در قالب اون WBS دیکشنری فراهم کنیم و سازماندهی کنیم با همدیگه صحبت کردیم. اما در مورد یک کانسپت هنوز با همدیگه صحبت نکردیم، اونم انواع کار در پروژه است. امیدوارم با ما همراه باشید در ویدیو بعدی که من توضیحاتی رو در مورد انواع کار در پروژه خدمت شما ارائه بدم، با هم دیگه این مفهوم و این کانسپت رو هم چیکار کنیم بشناسیم. با ما همراه باشید برای ویدیو بعدی.